الان که در خارج از کشور دیده خانم ها و آقایون، مخصوصا خانم ها در اینجور موارد پیشگام هستن، فعال هستن و موفق هستن، اومدن و این چنین کاری رو انجام دادن، واقعا در خود تحسینه و همونطور که شما گفتیم امیدواریم که در جاهای دیگه هم از این کار استقبال بکنن. من در خدمت حاضرم. ما تمام کارهایی که انجام دادیم راجبش مدرک جمع کردیم، در نتیجه اساسنامه چیزی هم داریم. اساسنامه تمام کارهایی که تا حالا سازمان پیوند، ایرانیان فدریتد وومنز کلاب، سازمان کلوپ خانمان شمال کالیفرنیا انجام، خانم یعنی فدراسیون کلوپ زنان ایرانی انجام داده، سازمان همین اسکالرشیپ ما انجام داده و سازمان فردوسی. ما در یه سازمان دیگه هم هستش که هر دو هفته فردوسی رو میگه. بله. هر دو هفته در شهر کوپرتینو در دیانزا کالج یک جمعی هستن که دور هم جمع میشن و شاهنامه رو میخونن. الان مثل اینکه به آخراش رسن و اینقدر این سازمان قشنگ شروع شد و اینقدر قشنگ کارشو داره اجرا میکنه که یکی از افتخارات ما هستش و من اینو واقعا مدیون آقای سعید قائم مقامی هستم. یه روزی من با خانم یوسفی یه عزیزم نشسته بودیم، چون خانم یوسفی قبلا خودشون تو مدارس و اینا کمک میکردن، مرسه ایرانی صحبت میکردیم، برگشتم من گفتن که فریبا با من فقط راجب شعر حرف بزن، هیچ چیز دیگه با من حرف نزن. و خدای من حالا با این خانم چجوری میتونم کمیونیکیت کنم اصلا. حالا یه ذره این بر اون بر، من بهشون گفتم میدونی چه، خیلی دلم میسوزه که شب شعر تو کوپرتینو نیست، چون قبلا بود بعد قطع شد، شب شعر میاد و میره و حیفه، چی کار میدونی؟ گفتش که فریبا خیلی دلم میخواد شاهنامه خونی باشه. گفتم خب بکنیم. گفت جا نداریم. گفتم چرا میکنیم؟ یعنی به قدری سری مستر میز آشپزخونه دوتایی گفتیم پس let's do it. من فکر میکنم خانم شما در هر کاری دست بزنی کارتون موفقه. من به شما و دوستانتون که دست به دست دادید تبریک میگم. خواهش. و من خیلی خوشحالم امشب در خدمت شما بودیم آقای نادرخان و ببینیم که هموطنان عزیز ما در نقاط دیگه کالیفرنیا، در نقاط دیگه آمریکا چیکار میکنن و از این که یه کار فرهنگی رو یه عده‌ای حمایت میکنن خیلی خوشحالم و امیدوارم که خانم این کاری که شما میکنید ادامه پیدا کنه، موفق تر بشید و اگر کاری هم از دست من از قول ایشونم میگم از ایشون با کمال میل من هر شما خیلی لطف دارید. من فکر میکنم که این سازمان پیوند وومنز کلاب و سازمان های دیگه ایرانی که هستن همشون زیر یک اسم کار میکنن، اونم اسم ایرانه. بنابراین خیلی خوب هستش که ماها همه با هم دیگه کامیونیکیت کنیم که بتونیم با هم دیگه، چون همه کار ما اینه که اسم ایرانو ببریم بالا و این مسئله خیلی مهمه و من واقعا تشکر میکنم از شما که وقتتون رو دادین. تمام این کارا وقت داره، یعنی حتی اون جایی که شما میرید میبینید که یک رستوران ایرانی هستش، اون یه شمع ایران رو روشن کرده و تمام اینا برای کمیونیتی ما ارزش داره. بنابراین واقعا دلم میخواد اگه بشه بریم و از همه اینا تشکر کنیم. ما فقط اومدم اینجا به همه از همه تشکر کنم، چون اگه شما نبودید، اگر که نمیدونم این سی دی های به این خوبی نبودن، ما اصلا نمیتونستیم به بچه‌هامون چیزی بدیم. ما هم از شما تشکر می‌کنیم در بازگشت به شمال کالیفرنیا. به دوستانتون سلام من و آقای غریب افشار رو ابلاغ بفرمایید، گرچه ممکنه که برنامه رو هم اکنون ملاحظه میکنن و مخصوصا به سرکار خانم حریری، به دوست دوران جوانی دوران طفولیت بفرمایید. بله نه دیگه دوران دانشگاهی بود دیگه، طفولیت اون الان جوون شما الان که جوون باشی از اون موقع دوران طفولیت. بله به آقای حریری هم همینطور و همونطور که ایشون